با درود به همه بیننده ای عزیزم آدریان هستم به پس من خوش اومدیم امروز میخوایم با هم نون ترکیه پوچا درست کنیم که داخل این نون از پیازچه و پنیر استفاده میشه قبل از اینکه این, این آشپزی رو با هم شروع کنیم یادتون نره که کانالم رو سبسکرایب کنید و اگه دوست داشتین ویدیوام رو زودتر از همیشه تماشا کنید پایین همین ویدیو روی شکل زنگوله کلیک کنید مواد اولیه برای درست کردن این نون خوشمزه آرد 500 گرم خمیر مایه فوری 25 گرم نمک یک قاشق چای خوری شکر یک قاشق غذاخوری. روغن مایه سه قاشق غذاخوری. تخم مرغ دو عدد پیازچه خورد شده یک دسته پنیر صبحانه 200 گرم شیر ولرم 200 میلی لیتر. در ابتدای کار مایه خمیر فوری نمک شکر تخم مرغ روغن مایه و شیر ولرم رو داخل یه ظرف میریزیم و با همزن دستی مواد رو مخلوط میکنیم. بعد از مخلوط کردن مواد آرد رو کم کم به این مواد اضافه میکنیم و مخلوط میکنیم تا خمیر جمع شه. همونطور که داریم میبینید خمیر ما جمع شد و سطحش رو کمی روغن مالیدیم. رو باید مرحله به مرحله اضافه کنید تا خمیر جمع شه. از 500 گرم آردی که داشتیم این مقدار اضافه مونده حدود 8 تا 10 قاشق غذاخوری اضافه مونده. سطح ظرف رو میپوشونیم و اجازه میدیم خمیر حجمش دو برابر 45 دقیقه تا یک ساعت حجم خمیر دو برابر میشه. خمیر رو انتقال میدیم به سطحی که آرد پاشی کردیم و کار رو با هم میبینیم. خب همونطوری که دارین میبینین خمیر رو به چونه که به اندازه نارنگی باید در بیارین خمیر رو نیازی زیاد ورز بدین. با مقدار آردی که مونده خمیرها رو به این صورت در میاریم و ادامه کار رو با هم میبینیم و حالا به کمک یه وردن خمیر رو باز میکنیم محله پنیر و پیازچه رو با هم مخلوط کنید و ادامه کار رو با هم میبینیم از مواد پیازچه و پنیر یه قاشق غذاخوری میذاریم روی خمیر و به این صورتی که داریم میبینیم خمیر رو جمع میکنیم فر کاغذ روغنی پهن کنید و انتقالش بدین به سینی فر به مدت سی دقیقه بعد این خمیر را استراحت کنه دوباره بعد از زمان سی دقیقه ادامه کار رو با هم می‌بینیم. حدود سی دقیقه از زمانی که گفتیم گذشته زرده تخم مرغ که داشتیم را مخلوط میکنیم و رو سطح نونامون میمالیم تو این زمان فر رو با دمای 200 درجه سانتیگراد روشن کنید تا فرتون گرم بشه این نونا باید به مدت 20 دقیقه توی فر بمونه بعد از مالیدن رومالمون مقداری کنجه روی سطح نونا میریزیم و سینور انتقال میدیم به فر نان پوچای پنیری و پیازچه ما حاضر شد همونطوری که داریم می‌بینین سطح نون کاملا تلایی رنگ شده این نون بافت خیلی نرم و لطیفی داره حتما درستش کنید و نظراتتون رو برای من کامنت کنید امیدوارم از این برنامه لذت برده باشین اگر دوست داشتین این ویدیو رو حتما لایکش کنید و برای دوستاتون هم به اشتراک بذارید. مرسی که تا به اینجا برنامه با من بودین تا یه برنامه دیگه شما رو به خدای بزرگ میسپارم بدرود